عزیزم سلام، وقتتون بخیر، امیدوارم که خوب باشید. من زهره هستم با برنامه English Now از مجموع برنامه های نوتبوک شبکه تلویزیونی AMG در خدمت شما عزیزان. خب دوستان، طبق روال هر دوشنبه در خدمت شما دوستان هستیم با برنامه دیگه از آموزش زبان انگلیسی به فارسی زبانان. امیدوار هستیم که درس های کتاب حال داشتیم براتون مفید بوده باشه و تونسته باشید از اونها استفاده کرده باشیم. خب این جلسه هم طبق روال هر دوشنبه میخوایم راجع به یک موضوع دیگه در مورد زبان انگلیسی با شما صحبت بکنیم. موضوعی که این جلسه میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم آرتیکل ها هستن، موضوعی که اگرچه پیچیدگی زیادی ندارن اما خیلی نکات ظریفی وجود داره در استفاده از آرتیکل ها و معمولا گفته میشه، یعنی زبان آموزان اینطور میگن که یکی از سخت‌ترین مباحث زبان انگلیسی براشون استفاده کردن از استفاده درست از آرتیکل ها یا همون حروف تعریف هستش. به همین خاطر ما تصمیم گرفتیم یک جلسه رو به حروف تعریف اختصاص بدیم و تمام نکات ریز حروف تعریف رو برای شما روشن بکنیم. اگر سوالی دارید حتما با ما در تماس باشید. پیشنهاد میکنم خدمتتون که حتما قلم و کاغذی کنار دستتون باشه که یادداشت بردارید و یا اگر سوال براتون پیش میاد با ما در تماس باشید و سوالاتون رو از طریق ایمیل برای ما ارسال بکنید. و یا اینکه اگر مایل هستید که موضوع خاصی آموزش داده بشه در برنامه ما، حتما با ما در تماس باشید تا ما اون موضوع رو در درس هامون بگنجونیم. جا داره که در ابتدای برنامه تشکر بکنم از اسپانسر محترم این برنامه، ماهنامه فرهنگی خردمند. دوستان، طبق روال هر برنامه ما درسمون رو با یک جمله اینسپیریشنال شروع میکنیم. اجازه بدیم ببینیم که جمله اینسپیریشنالی که این جلسه براتون آماده شده چی هستش. اگر که الان به ما پیوستید، من باز هم یادآوری میکنم موضوع صحبت این جلسه ما آرتیکل ها یا حروف تعریف هستن. خب با هم اینسپیریشنال سنتنس این هفته رو ببینیم. No matter what happens, some memories can never be replaced. No matter what happens, some memories can never be replaced. خب جمله خیلی ساده ایه. قسمت اول رو نگاه بکنیم. No matter what happens. No matter به معنی این که اهمیتی نداره، فارغ از این که چه اتفاقی بیفته، what happens، چه اتفاقی رخ بده. Some memories can never be replaced. بعضی خاطرات هرگز جایگزینی براشون وجود نداره و جایگزین نمیشن. جمله دوم یک مثال از جملات پسیو یا جملات مجهول هست که در جلسات گذشته راجبش صحبت کردیم. اگر خاطرتون باشه جمله رو نگاه بفرمایید. ما یک فعل مودال داریم به اضافه خود فعل بی، حالا چون منفی never هم بینشون اومده، و بعد هم past participle فعل اصلی. این فرمول جملات پسیو بود زمانی که ما یک فعل مودال مثل can در جملهمون داشتیم. can never be replaced. حالا never قید منفی میتونه از جمله به راحتی حذف بشه اما فرمول همون هستش. فعل مودال به اضافه خود کلمه be به تنهایی به اضافه past participle یا فرم سوم فعل. خب این جمله بود که کمک کرد تا یادآوری بشه برامون درس جلسات پیشینمون که راجع به پسیو وایس بود یا جملات مجهول که درس خیلی مهمی هم بودش. اما بپردازیم به درس این جلسه‌مون که در ارتباط با آرتیکل ها یا حروف تعریف هست. ببینید دوستان، ما در زبان انگلیسی دو نوع آرتیکل داریم به طور کلی. آرتیکل های دفینیت هستن یا ایندفینیت. آرتیکل های دفینیت در زبان فارسی ترجمه میشن به حروف تعریف معین یا حرف تعریف معین، چون فقط یک آرتیکل دفینیت داریم، و آرتیکل های ایندفینیت حروف تعریف نامعین هستند. همونطور که در جدول در این نمودار ملاحظه میفرمایید، آرتیکل ها تقسیم شدن به آرتیکل های دفینیت یعنی معین و آرتیکل های ایندفینیت یعنی نامعین.
از آرتیکل های اندفینیت ما یا A رو داریم یا an رو داریم. اما آرتیکل دفینیت فقط the داریم. من میتونم الان یک شاخه دیگه به این آرتیکل ها اضافه بکنم، یعنی شاید امروزه که این مسئله تدریس میشه، شاید در خیلی کلاس ها یا خیلی کتاب ها اینطور دیده باشید که یک آرتیکل دیگه هم اضافه میشه به این نمودار شاخه ما و اون زیرو آرتیکل هست، زمانی که اصلا ما از هیچ آرتیکلی استفاده نمی کنیم. نداشتن آرتیکل هم خودش یک نشانه است، نبودن آرتیکل هم خودش یک نوع نشانه هستش. پس گاهی اوقات ما از آرتیکل ای استفاده می کنیم، گاهی اوقات از آرتیکل ان، که هر دو آرتیکل های ایندفینیت یا حروف تعریف نامعین هستن، و برخی اوقات از the استفاده می کنیم که حرف تعریف معین یا آرتیکل معینمون هست، و بعضی وقتا هم از آرتیکل استفاده نمی کنیم. و چیزی که آرتیکل ها رو سخت می کنه همینه که کی تشخیص بدیم از آرتیکل دفینیت استفاده بکنیم و کی تشخیص بدیم که از the یا همون آرتیکل دفینیت استفاده نکنیم. وگرنه معمولا استفاده از ای و ان خیلی سخت نیست، میتونیم تشخیص بدیم که چه موقع باید ازشون استفاده بکنیم و چه موقع نه. در این جلسه ما به همه این موارد خواهیم پرداخت. اما حرف تعریف نامعین یا همون حرف تعریف نکره یا همون indefinite article، همونطور که در اون نمودار مشاهده کردین، حرف تعریف نامعین شامل ای و ان میشه. مثلا اکا یعنی یک ماشین، امن یه مرد، یه مردی، یه مرد ناشناخته، اباس یه اتوبوس، هاوس یک خانه. حرف تعریف ان قبل از یک حرف صدادار میاد. حروف صدادار در زبان انگلیسی سه تا صدا هست، پنج تا صدا هستن، معذرت میخوام. صدای A یعنی A، کلمه‌ای که با A شروع میشه، کلمه‌ای که با E شروع میشه، کلمه‌ای که با I، O و U شروع میشه. البته استثناءاتی هم وجود داره که من راجبشون با شما صحبت خواهم کرد. اما وقتی کلمه‌ای داشته باشید که با یکی از این حروف صدادار شروع بشه، قاعده کلی بر اینه که اگر بخواین از حروف یعنی از اون حروف تعریف نامعین استفاده بکنید، باید از an و نه a استفاده بشه. مثال ها رو ملاحظه بفرمایید در همون سلاید. مثلا apple کلمه هستش که با a شروع میشه و قاعدتا نمیتونیم بگیم a apple، باید بگیم an apple، an actor، an animal، an old man. اما راجع به استثناءاتش هم با هم دیگه صحبت خواهیم کرد، چون که نکاتی وجود داره زمانی که ما میخواییم از حرف تعریف ان استفاده بکنیم در مقابل بعضی از صفت ها. نکاتی که وجود داره دوستان در این سلاید ملاحظه میفرمایید. در کلماتی مثل honest، albert، honor و نمونه های دیگه ای که ممکنه وجود داشته باشه، ببینید که هیچ کدوم از این کلمات با اون پنج صدایی که بهتون معرفی شد شروع نمیشن. همشون با H شروع میشن. اما این H غیر ملفوظ هست، یعنی تلفظ نمیشه. خود H صامته، تلفظ نمیشه، O بعدش تلفظ میشه. و O هم یکی از اون حروف صدادار بود. به همین خاطر همراه با اونها از حرف تعریف an باید استفاده بکنیم. یعنی باید بگیم an hour، an honorable man، یعنی یک مرد شریف، یک مرد راستگو. پس اسامی مثل یعنی کلماتی مثل honest، hour، honor، honorable و همه مشتقاتی که حالا از honor استفاده میشن و برخی کلمات دیگه که در اونها age تلفظ نمیشه، ما باید با اونها رو اگر میخوایم حرف تعریف بیاریم، حرف تعریفمون آرتیکل ان باشه، اگر بخوایم indefinite آرتیکل استفاده بکنیم. اما در مقابل ادامه میدیم نگاه کردن به اون اسلاید دوستان، کلمات دیگه ای داریم مثل useful، unit، university، union، european. اینا همه دارن با U شروع میشن یا مثلا european با E شروع میشه. اما صداشون صدای حرف صدادار نیست. با این که این حروف با حروف صدادار شروع میشن، ولی حرف اولی اونها مانند یو تلفظ میشه. یونیورسیتی، یونیت، یوسفول، یونین. بنابراین اونها با حرف تعریف ای مورد استفاده قرار میگیرن. نمیخواد بگیم ان یونیورسیتی، غلطه. باید بگیم ای یونیورسیتی، ای یوسفول بوک.
Okay. ولی مثلا کلمه مثل umbrella که با یو شروع میشه، یو صدای آ میده و اون آ حرف صدا داره. به خاطر همین باید بگیم an umbrella. پس این نکات رو باید داشته باشیم که قاعده کلین هستش که اگر کلمه با حروف صدادار یعنی A, E, I, O, U شروع بشه، باید از آرتیکل an در مقابلش استفاده بکنیم اگه بخوایم از آرتیکل نامعین استفاده کنیم. اما نکاتی هم که وجود داره این هستش که گاهی ممکنه کلمه‌ای با حروف صدادار شروع بشه ولی اون حرف صدادار U باشه و صدای U هم بده به جای که صدای A بده مثلا. در این صورت از A استفاده میکنیم. و در مقابل ممکنه کلماتی وجود داشته باشن مثل Albert, Honest و غیره که با H غیر ملفوظ شروع میشن و در این صورت باید از آرتیکل an استفاده بکنیم. اگرچه دارن با H شروع میشن ولی صدا صدای یک حرف صدادار هستش. اما ببینیم که A و an در چه مواقعی استفاده میشن دوستان. A یا an تنها قبل از اسامی مفرد قابل شمارش به کار میان، چون که اسامی در زبان انگلیسی یا قابل شمارش هستن countable-ن یا غیر قابل شمارش هستن uncountable-ن. خب قاعدتا ما نمیتونیم جلوی اسمای غیر قابل شمارش از A و an استفاده بکنیم. معمولا اسامی که با غذا در ارتباطن غیر قابل شمارشن، مثل sugar، مثل salt. نمیگیم a sugar a salt، مثلا میگیم some sugar, some salt. اما اسامی قابل شمارش مثل book, boy, actor میبینید که از A استفاده شد یا از an. A book, a happy boy, a good actor or a famous actor. برای اسامی جمع به جای A یا an یا از some استفاده میکنیم یا اصلا هیچ کلمی رو به کار نمیبریم یا از میتونیم به جای some هم از بقیه قیدهای متفاوت استفاده کنیم. مثلا بگیم a lot of که برای هم اسمای countable میاد هم اسمای uncountable. مثلا it's a cat, it's a dog and it's a monkey but these are all animals. مثلا از هیچی استفاده نشده اینجا، فقط از کلمه all استفاده شده. ولی a horse, some horses, many horses. Okay. پس در مورد اسامی باید بیاد داشته باشیم که اسامی یا قابل شمارش هستن یا غیر قابل شمارش. A و an تنها در مقابل اسامی مفرد قابل شمارش استفاده میشه و اگر اون اسامی قابل شمارش جمع بودن از قیدهای دیگه باید استفاده کنیم. مثلا از some استفاده میکنیم، از a lot of استفاده میکنیم، از many استفاده میکنیم، میتونیم از حتی از any در جملات پرسشی یا جملات منفی هم استفاده بکنیم. اما یه سری موارد کاربرد وجود داره در مورد حرف تعریف نامعین که اونها رو براتون جدا جدا آوردیم با مثالای متفاوت برای اینکه در خاطرتون بیشتر بمونه. اجازه بدیم با هم ببینیم. مورد یک، هنگامی که برای اولین بار به کسی یا چیزی اشاره میکنیم توی صحبتمون یا توی نوشتمون از A یا an استفاده میکنیم. اما وقتی که به همون چیز برای بار دوم اشاره میشه باید از آرتیکل the استفاده بکنیم. مثلا I bought a new shirt yesterday. من دیروز یک پیرهن جدید، یک پیرهن نو خریدم. But my wife thinks the shirt doesn't fit me. ولی همسرم فکر میکنه که اون پیراهن اندازه من نیست. Okay. پس برای بار دوم از حرف تعریف the استفاده شده برای اینکه میدونیم در مورد کدوم شرت، کدوم پیراهن داریم صحبت میکنیم. Alright. یا مثال بعدی، Once I had a really big dog. اولین بار راجع به dog صحبت میکنیم به همین خاطر از آرتیکل A استفاده شده، آرتیکل indefinite. But the dog wasn't very useful, so I gave the dog to a friend. Friend برای اولین بار استفاده میشه، نمیدونیم چه کسیه، به همین خاطر از آرتیکل indefinite استفاده شده. معنیشم ساده، زمانی یه وقتی من یک سگ بزرگ داشتم ولی اون سگه خیلی برام مفید نبود، به همین خاطر اون سگه رو به یک دوست دادمش. اوکی؟ پس برای بار اول وقتی راجع به یک اسمی شروع میکنیم به صحبت کردن از آرتیکل indefinite یعنی A یا an استفاده میکنیم. وقتی برای بار دوم یا بار چندم میخوایم به همون اسم اشاره بکنیم از آرتیکل definite یا دیگه آرتیکل معین
استفاده خواهیم کرد. این اولین استفاده از آرتیکل نامعینه. اما مورد دوم رو ببینیم دوستان. وقتی که به یک چیز یا یک اسم مفرد اشاره میشه از ای یا آن استفاده میکنیم. در این حالت همون معنی one رو یعنی یک رو میده در مقایسه با دو، سه، چهار و غیره. مثلا وقتی من میگم I'd like an apple and two oranges، منظورم از an apple یعنی یک سیب هست. همونطور که بعد and کلمه two رو آوردم. یعنی من یک سیب و دو پرتقال میخوام. یا Yesterday I bought three pencils and a notebook. یعنی من دیروز سه مداد و یک دفترچه خریدم. پس گاهی اوقات در مقابل اعداد ای معنی یک رو میده فقط. یک چیز رو خریداری کردم وقتی عدد دیگه در مقابلش قرار میگیره. اینم استفاده دوم حروف تعریف نامعین. اما استفاده سوم حروف تعریف نامعین یا indefinite article. در اصطلاحات عددی خاص ما از ای استفاده میکنیم. مثلا میگیم a half یعنی یک دوم، a third یک سوم، an eighth یک هشتم. میتونه همینجوری ادامه داشته باشه. میتونم بگم a ninth بشه یک نهم مثلا، a couple به معنی یک جفت، a dozen به معنی یک دوجین، a hundred صد تا، a thousand هزار تا و a million یک میلیون. پس در اصطلاحات عددی خاص هم از آرتیکل a یا an در مقابل اون اصطلاحات عددی خاص استفاده میکنیم. اوکی؟ تا اینجا با هم دیگه سه مورد از موارد استفاده آرتیکل یا حروف تعریف نامعین رو که a یا an هستن رو دیدیم. اما مورد چهارم رو ببینیم ازم. هنگام اشاره به یک عنصر خاص از یک گروه یا طبقه هم از آرتیکل های a یا an استفاده میکنیم. منظورمون چیه؟ مثلا همراه با اسامی شغل ها ما همیشه از آرتیکل در حقیقت نامعین استفاده میکنیم. مثلا She's a doctor. She's a doctor. My father is a teacher. Are you an engineer? ببینید که از a و an استفاده شده برای اسامی شغل ها. همچنین همراه با ملیت ها و مذاهب هم از آرتیکل نامعین استفاده میکنیم. I am an Iranian. You're a Chinese. She's a Catholic. می‌بینید که برای نشنالیتی ها یعنی برای ملیت ها و همچنین برای مذاهب ما از آرتیکل indefinite استفاده می‌کنیم. پس برای اسمی که به گروه خاصی یا به عنصر خاصی اشاره می‌کنه ما از آرتیکل indefinite استفاده می‌کنیم. مثلا برای اسامی شغل‌ها و یا برای ملیت و برای مذاهب هم از آرتیکل indefinite استفاده میشه. مورد پنجم استفاده از حروف تعریف نامعین همراه با کلمات و اصطلاحات مربوط به مقدار و کمیت که خدمتتون یکی دو موردش رو اشاره کردم. مثلا a few of, a little of, a bit of, a lot of, a great deal of. حالا به جای great ممکنه صفت های دیگه ای بذاریم. مثلا بگیم a big deal of, a number of. اما الان که این لیست اومده اجازه بدین چند نکته هم راجبش بگم. مثلا همون ابتدای لیست کلمه a few of رو داریم. شما ممکنه دیده باشین بعضی جاها ما از a few یا a few of استفاده میکنیم، بعضی وقتا از few استفاده میکنیم. حالا شاید براتون این سوال پیش اومده باشه فرق بین a few و few چیه. a few معنای مثبت میده. مثلا من میگم I have a few books، یعنی من تعدادی کتاب دارم ولی اون کتاب ها برام تعدادش کافیه، اندازه است. اما اگه بگم I have few books یعنی تعداد کتابایی که دارم کمه، مثلا باید برم یه تعدادی کتاب خریداری بکنم. پس اونی که A نداره معنی منفی میده، اونی که A داره معنی مثبت میده. همین تفاوت اگه لیست رو نگاه بکنیم در اسلاید یک بار دیگه در a little و little هم وجود داره. a little یعنی اونی که A داره معنی مثبت میده، اونی که A نداره معنی منفی میده. مثلا من میگم I have a little money, let's go shopping. من یه مقدار پول دارم، بریم خرید. اون یه مقدار کافیه، میتونم باش برم خرید. ولی گاهی میگم I have little money, I can't go out with you. یعنی من یه خورده پول دارم، نمیتونم باهات بیام بیرون، نمیتونم پول خرج بکنم. پس اونی که A نداره معنی منفی میده، اونی که A داره معنی مثبت میده.
یه نکته دیگه که وجود داره حالا این دفعه بین a little و a bit، از نظر معنایی a little و a bit معنیشون یکیه، با این تفاوت که a bit خیلی informal تره و توی صحبت ازش استفاده میکنیم، در حالی که a little نسبت به a bit یه مقدار formal تره و توی نوشتار ازش استفاده میشه. حالا اگه بخوایم چیز خیلی formal تری رو به کار ببریم، از slightly استفاده میکنیم. اما نکته دیگه که در اسلاید ممکنه وجود داشته باشه، اگه اجازه بدین اسلاید رو با هم یک بار دیگه ببینیم، کلمه مثلا a lot of هستش که در این لیست a lot of هم با اسمای countable استفاده میشه، هم با اسمای uncountable، و a great deal of فقط با اسمای uncountable، a number of با اسمای فقط countable، a bit of با اسمای uncountable، a little of اسمای uncountable، و a few of با اسمای countable استفاده میشه. این هم یه نکته بود در مورد این لیستی که با هم دیگه دیدیم. امیدوار هستم که اینو یادداشت کرده باشید، چون نکته مهمیه که بتونید از در حقیقت قیدهای مقدار مناسب استفاده بکنید. خب داشتیم راجع به آرتیکل indefinite صحبت میکردیم، a و an، اما ششمین کاربرد آرتیکل a و an رو با هم دیگه ببینیم در اسلاید بعدی. همراه با اسامی مفرد قابل شمارش و پیش از کلمات such و what. یادمون باشه که اصلا a و an همیشه قبل از اسامی مفرد قابل شمارش به کار میرن. همچنین بین قبل کلماتی مثل what و such هم باید از a یا an استفاده بکنیم. مثلا گاهی اوقات میگین what a beautiful day، یعنی چه روز زیبایی، یا اینکه what a strange friend you have، عجب دوست عجیبی داری، چه دوست عجیبی داری، یا اینکه میگیم such a pity که اصلا یک اصطلاح شده دیگه، یعنی چه حیف شد. پس قبل از کلماتی مثل what و such هم ما از حروف تعریف نامعین یا همون a و an استفاده میکنیم. دوستان داشتیم راجع به آرتیکل ها یا حروف تعریف صحبت میکردیم، راجع به انواع حروف تعریف صحبت شد و همچنین راجع به کاربرد های حروف تعریف indefinite یا حروف تعریف نامعین که a و an بودن، و ما شش کاربرد متفاوت رو براتون آوردیم. امیدوار هستیم که یادداشت برداشته باشید ازشون. خب اما طبق روال همیشگی بین اسلاید هایی که میپردازیم در حقیقت راجع به یک موضوع گرامری صحبت میکنیم، بعضی وقتها یعنی هر جلسه ما یک اسلایدی هم داریم راجع به یک اصطلاحی با هم صحبت میکنیم. اجازه بدیم اسلایدی که اصطلاح این جلسه رو معرفی میکنه با هم دیگه ببینیم. خب در حقیقت اصطلاحی که این جلسه براتون آماده شده throw in the towel هستش. towel به معنی حوله، throw هم به معنی پرتاب کردن، انداختن، اما اینا همه با هم یک اصطلاح هستن و یک معنی خاصی میدن. throw in the towel به معنای to quit, to give up, to concede defeat، یعنی چیزی رو رها کردن، شکست رو پذیرفتن هستش. مثال رو ببینیم. She was ready to throw in the towel but remembered her goal and kept going. یعنی اینکه آماده بود که give up بکنه، آماده بود که رها بکنه تلاشش رو، شکست رو بپذیره، ولی به یاد آورد هدفش رو و دوباره تلاش کرد. یا مثال بعدی، even though learning English may be difficult at times, never throw in the towel. اگرچه یادگیری این زبان انگلیسی ممکنه بعضی اوقات سخت باشه، هیچ وقت شکست رو نپذیرید، هیچ وقت ناامید نشید، هیچ وقت رها نکنید، give up نکنید. اما بعد نیست بدونیم اوریجین این اصطلاح از کجا میاد. این قسمت سبزی که سمت راست نوشته شده راجع به اوریجین اصطلاح صحبت میکنه. When a boxer has great difficulty to continue in a fight, sometimes his coach or trainer will throw a towel into the boxing ring to signal that the fight is over. به معنی این هستش که وقتی یک باکسر براش خیلی سخته که مسابقه رو ادامه بده، اون کوچش، اون مربیش یا ترینرش یک حوله رو میندازه توی رینگ اونجایی که دارن مسابقه میدن، به این معنی که مسابقه تموم بشه،
اوکی از طرف اون باکسر در حقیقت. این اصطلاح از اینجا میاد. پس وقتی throw in the towel میکنیم به معنی هستش که شکست رو میپذیریم و در اون کاری که داریم انجام میدیم give up میکنیم. امیدوار هستیم که شما در یادگیری زبان انگلیسی هیچ وقت throw in the towel نکنید و give up نکنید. اوکی؟ خب راجع به حروف تعریف نامعین صحبت کردیم. حالا راجع به حروف تعریف معین که فقط شامل ز میشه هم صحبت بکنیم و موارد کاربردیش رو با هم دیگه ببینیم. خب همونطور که ملاحظه میکنید ز تنها حرف تعریف معینه که رایج ترین کلمه در زبان انگلیسی هم همین حرف ز هستش. حرف تعریف ز. حرف تعریف معین شامل ز میشه که همواره قبل از اسامی مفرد و جمع یا پیش از اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش به یک صورت به کار میره. یعنی همونطور که در این جدول الان میبینید به یک شکل قبل از انواع مختلف اسما به کار میره. الان تفاوت اسمایش قابل شمارش و غیر قابل شمارش رو در استفاده از آرتیکل ها با هم تو این جدول میبینید. ببینید که مثلا آرتیکل نامعین یا همون ای و ان چطور تغییر کردن. در مقابل اسمای قابل شمارش مفرد داریمشون به صورت اکت. قابل شمارش جمع حذف میشن و کلمه اسم میگیره کاتس. و غیر قابل شمارش هیچ وقت از آرتیکل های ایوان جلوشون استفاده نمی کنیم چون قابل شمارش نیستن اصلا. اما حرف تعریف معین که شامل ز میشه در مقابل اسامی قابل شمارش مفرد هستش the cat. در مقابل اسامی قابل شمارش جمع وقتی اسم اس گرفته بازم به همون صورت استفاده شده the cats. و در مقابل اسامی غیر قابل شمارش حتی the water. پس در فرم و حالت و چگونگی استفاده از آرتیکل the در مقابل اسامی مختلف هیچ تغییر ایجاد نمیشه. به همین صورت به همون صورتی که وجود داره در مقابل همه انواع اسمها به کار برده میشه و محدودیتی هم نداره. اسمای مفرد، اسمای جمع، اسمای قابل شمارش، اسمای غیر قابل شمارش در مقابل همه میتونه استفاده بشه و شاید همینه که اصلا یه مقدار استفاده از ز رو سخت میکنه. اما ببینیم موارد کاربردی حرف تعریف ز یا آرتیکل دفینیت چی هستن. شماره یک، وقتی که قبلا به چیزی اشاره کرده باشیم، یعنی توی صحبتمون یا توی نوشتارمون یک چیزی رو اشاره میکنیم بهش، وقتی برای بار دوم یا سوم بهش اشاره میکنیم از آرتیکل ز استفاده میشه. مثلا we saw a strange bird at the zoo. یک پرنده عجیبی در باغ وحش دیدیم. یک پرنده عجیب اسم نکره چون برای بار اولی که ازش استفاده میکنیم، به همین خاطر از ای استفاده کردیم. ولی بار دوم the bird was blue، اون پرنده آبی بود چون دیگه شناخته شده است. اوکی؟ پس وقتی برای بار دوم یا چندم توی یک کانتکست یه متن راجع به یک چیزی صحبت میکنیم از آرتیکل ز استفاده میکنیم. اما دومین کاربرد استفاده از آرتیکل ز، وقتی که هم گوینده و هم شنونده میدونن که درباره چی دارن صحبت میکنن حتی اگه قبلا هم به اون اشاره‌ای نشده باشه. مثلا Where's the dog? It's in the garden. سگ کجاست؟ یا اون سگی که هم من میدونم هم تو میدونی کدوم سگ منظورمونه کجاست؟ مثلا سگت، تو یه سگ داری و من میدونم که تو سگ داری، حالا اون سگ کجاست؟ یا سگ ما کجاست؟ یا اون سگی که مثلا پیداش کردیم کجاست؟ پس وقتی هم شنونده و هم گوینده میدونن راجع به چی دارن صحبت میکنن، حتی اگه برای بار اول باشه راجع به یک اسمی حرف میزنن، باز هم میشه از آرتیکل ز و باید البته از آرتیکل دفینیت ز استفاده بشه. اوکی؟ اما مورد سوم استفاده از آرتیکل ز، وقتی که به چیزهایی اشاره میکنیم که میدونیم تنها یکی از اونها وجود داره، مثل خورشید و زمین و ماه و آسمان و غیره. مثلا the sun, the earth, the moon, the sky, the sea, the south pole. همه اینها چیزهایی هستن که ازشون تو دنیا فقط یکی وجود داره. پس وقتی راجع به چیزهای یونیک صحبت میکنیم، چیزهایی که از اونها فقط یکی در دنیا وجود داره، از آرتیکل the باید استفاده بکنیم، آرتیکل definite. اما مورد چهارم استفاده از آرتیکل the،
قبل از اسمی که به واسطه کلماتی که بعدش میان شناخته میشه. پس اسمی که شناخته شده نیست، اما بعدش عبارتهایی میان که اون اسم رو به ما میشناسونن. مثلا The hotel where I stayed was excellent. هتل اول ناشناخته است، اما اون هتلی که من توش اقامت داشتم عالی بوده. به همین خاطر برای ما شناخته شده میشه، چون داریم توضیحاتی راجع به اون هتل میدیم. برای همین باید بگیم the hotel و نه a hotel. یعنی اون هتلی که درش اقامت داشتم عالی بود. و یا the man sitting over there is my husband. اون مردی که اونجا نشسته همسر منه. اوکی؟ پس داریم توضیحاتی راجع به اون مرد میدیم. مردی که اونجا نشسته. مردی که مثلا مشغول غذا خوردنه. مردی که اونجا ایستاده. پس داریم یک اسم ناشناخته رو شناخته میکنیم. به همین خاطر باید از آرتیکل definite استفاده بکنیم. The car that I bought last week has broken down. یعنی اون ماشینی که من هفته پیش خریدم خراب شده. چون توضیحاتی راجع به اسم دارم میدم و دارم اسم مشخص میکنم، پس باید از آرتیکل دفینیت یا زه هم استفاده بشه، چون دیگه اون اسم شناخته شده است. اوکی؟ خیلی کاربرد زیادی داره این نوع استفاده از آرتیکل زه. پس وقتی شما چیزی میگید یا چیزی مینویسید که به واسطه اون اسمی رو معین میکنید، مشخص میکنید و توضیحاتی راجبش میدید، باید از آرتیکل دفینیت یا زه حتما استفاده بکنید. اوکی؟ استفاده پنجم آرتیکل the دوستان. قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی و کلمات only و same باید از آرتیکل the استفاده بشه. ما رو در جلسات بعدی راجع به صفات عالی به صورت کاملا detailed و کاملا مفصل صحبت خواهیم کرد. اما صفت عالی اگر حضور ذهن ندارید، همون صفتی هستن که با most میان یا با est میان. مثلا اینجا صفتی آوردیم که با est اومده. The highest mountain. یعنی بلندترین کوه. همیشه باید با آرتیکل the بیاد. همچنین اعداد ترتیبی مثل first, second, third. یعنی اولین، دومین، سومین همیشه با آرتیکل the میان. The first, the second, the third. مثلا امروز today is the 2nd of January. امروز دوم ژانویه هست. The last chapter. این هم یک در حقیقت adjectiveی که بعدش همیشه معذرت میخوام قبلش باید آرتیکل the بیاد. مثل first. و بعد کلمات same و only. The same color. و the only child. پس قبل از صفات عالی، اعداد ترتیبی و کلمات only, same و last همیشه باید از آرتیکل definite the استفاده بکنیم. Okay؟ راجع به صفات عالی هم جلسه آینده احتمالاً به صورت مفصل صحبت خواهیم کرد، چون که مبحث مهمیه و زیاد ازش استفاده میشه. کلن صفت ها مبحث مهمی هستن. اما استفاده ششم آرتیکل the همراه با صفات برای اشاره به یک گروه یا طبقه از مردم. یعنی زمانی ما میتونیم از یک صفت مثل یک اسم استفاده بکنیم، به شرطی که اون صفت رو با آرتیکل the بیاریم. مثلا ملاحظه میکنید الان در این سلاید the young جوانان. young صفته به معنی جوان، ولی وقتی که با آرتیکل the میاد میشه اسم. the young میشه جوانها، جوانان. the old افراد مسن، پیران. The poor، فقرا. The unemployed، بیکاران. The English، English تنها اگه استفاده بشه منظورمون زبان انگلیسیه. ولی وقتی میگیم The English منظورمون آدم های انگلیسی، انگلیسی ها هستن. The Japanese، ژاپنی ها مثلا. و این نکته کوچیکم اون این هستش که تنها برخی از اسامی ملت ها داره یک صفت مثل English و Spanish هستن. برای بقیه ملت‌ها از یک اسم که به اس ختم میشه استفاده می‌کنیم، مثل Indians که میشه the Indians، the Iranians. این میشه صفتشون که به مردم اون کشورها اشاره داره. اوکی؟ اما استفاده بعدی که از آرتیکل the می‌کنیم، به همراه برخی از اسامی جغرافیایی مثل رشته کوه‌ها،
مجمع الجزیره ها، دریاها، اقیانوس ها، رودخانه و غیره از آرتیکلز استفاده میکنیم. مثلا the ants که یه رشته کوهه. The Indian Ocean، اقیانوس هند. The Persian Gulf، خلیج فارس. The Canary Islands، مجمع الجزایر مثلا قناری. The Red Sea، دریای سرخ. The Suez Canal، کانال سوئز. The River Thames، یا The Thames، رودخانه تمز در لندن. و The Sahara، که کویر آفریقا هستش. The Sahara، okay؟ پس وقتی که به جاهای خاصی، جاهای جغرافیایی خاصی مثل مجمع الجزایر، مثل رشته کوه‌ها، اسامی اقیانوس‌ها، برخی رودخانه‌ها اشاره می‌کنیم، باید از آرتیکل the استفاده بکنیم. اینها موارد استفاده از آرتیکل the بودن که باید حتما در خاطر داشته باشیم. اما همونطور که من در ابتدای برنامه خدمتتون عرض کردم، میتونیم اون نمودار شاخه‌ای که اون ابتدا داشتیم و انواع آرتیکل ها رو نشون میداد، یک خط دیگه بهش اضافه بکنیم و بگیم جایی که آرتیکل رو نباید استفاده کنیم، یعنی zero آرتیکل داریم در حقیقت. از the چه جاهایی نباید استفاده کرد. اینکه چه جاهایی از the استفاده بکنیم و چه جاهایی از the استفاده نکنیم برای خیلی از دوستان مسئله سختیه و واقعا هم سخته اینکه تشخیص بدیم کجا باید استفاده کنیم بعضی وقتا و کجا نباید استفاده بکنیم. حالا دیگه ما چند مورد رو براتون آوردیم که ببینیم در چه جاهایی از این آرتیکل، یعنی از the، نباید استفاده کرد و حذف میشه. در موارد زیر حرف تعریف the مورد استفاده قرار نمیگیره. وقتی که راجع به مثلا شماره یک اسم خاص داریم حرف میزنیم، یعنی اسم افراد مثل ان، جیمز، برایان، جکسون، ولی اونجایی که اسامی افراد به صورت جمع میاد از آرتیکل the استفاده میکنیم. The Johnsons. چرا؟ چون که داریم راجع به خانواده جانسون ها صحبت میکنیم. یا The Smith، خانواده Smith. پس وقتی که اسم میگیره آخرشون، فامیلی اسم میگیره، یعنی راجع به خانواده داره صحبت میشه، از آرتیکل the هم باید استفاده بکنیم. در غیر این صورت برای استفاده، برای صحبت کردن راجع به اسامی خاص، یعنی اسامی آدم ها که یه نوع اسامی خاصه، از آرتیکل the استفاده نمی کنیم. مورد دوم، قبل از بعضی اسم مکان ها، به جز اونهایی که در بالا، یعنی قبل تر بهشون اشاره کردیم، از آرتیکل the استفاده نمی کنیم. مثلا قاره ها. برای قاره ها از آرتیکل the استفاده نمیشه. مثل ایشا، افریقا، یوروپ، نورث امریکا و غیره. کشورها، برزیل، ژاپن، پاکستان. البته کشورهایی، حالا بعدا تو نکته خدمتون باز هم تو دیتیل خواهم گفت، کشورهایی که اجازه بده همون موقع تو اسلاید براتون توضیح بدم. جزیره ها، و توجه بفرمایید نه مجمع الجزایر، جزیره های تنها مثل کیش آیلند، سیسیلی، برمودا، اینها آرتیکل ز نمیگیرن. شهرها به تنهایی مثل کایرو، لندن، تهران. کوه‌ها به تنهایی مثل کلیمانجارو، اورست، مثلا دماوند از رشته کوه البرز و نه رشته کوه‌ها، آرتیکل ز نمیگیرن. اما نکته‌ای که داره، این من خدمتتون می‌خواستم عرض بکنم در مورد اسامی کشورها، تنها در مورد اسم کشورهایی که مفرد باشن ده هست میشه. کشورهایی که به هر دلیلی اسمشون اس داره و جمع هستن، باید از آرتیکل the استفاده بکنیم. مثل The United States of America، The Netherlands، The United Arab Emirates. اینها چون جمع هستن، باید از آرتیکل the استفاده بشه براشون. همچنین اگر بخوایم در اسامی کشورها از کلماتی مثل Republic به معنی جمهوری، Kingdom، پادشاهی و غیره، هر چیز دیگه استفاده بکنیم، باز هم باید از آرتیکل the استفاده بشه. مثلا The Czech Republic، جمهوری چک. The United Kingdom، پادشاهی انگلستان. Okay؟ The United Kingdom. پس هر وقت تایتل یک کشور، عنوان یک کشوری در حقیقت، بجز خود اسم کشور چیز دیگه دور و برش باشه، از آرتیکل the استفاده میکنیم. چه جمع باشه، چه اسم دیگه دور و برش باشه. ولی اگه فقط اسم کشور باشه، مثل فقط پاکستان، مثل فقط فرانس، آرتیکل the نمیگیره. همچنین شهرها آرتیکل نمیگیرن هیچ وقت. اما مورد سوم
که در اونجا از آرتیکل ز استفاده نباید بشه. به همراه اسم زبانها مثل زبان فارسی، زبان انگلیسی، زبان فرانسه و غیره. فارسی، انگلیش، فرنچ، عربیک. بعدی به همراه اسم وعده های غذایی، مثلا صبحانه و شام و نهار و غیره. breakfast، dinner، lunch. این آرتیکل the نمیگیرن و آرتیکل the در این موارد باید حذف بشه. اما مورد بعدی. در مورد جاهایی مثل bed، sea، work، prison، court، hospital، church، school و اسامی دیگه مثل اینها، اگه منظور ما خیلی کلی باشه، در این صورت از آرتیکل the استفاده نمی کنیم. مثلا I go to school by bus. نمیگیم I go to the school by bus. چون به طور کلی من با اتوبوس میرم مدرسه. مدرسه رو در معنی کلی داریم به کار میبریم. نه اون مدرسه خاصی که مثلا من میرم. Okay? پس در این موارد هم از آرتیکل the استفاده نمیشه. اما مورد شش مورد بسیار مهمی هست. یعنی میتونیم بگیم خلاصه همه اون چیزهایی که قرار در انتهای برنامه جمع‌بندی بکنیم و بگیم همین مورد ششمه. دوستان وقتی که به طور کلی صحبت می‌کنیم از چیزی، از حرف تعریف استفاده نمی‌کنیم، یعنی از ذ استفاده نمی‌کنیم. مثلا می‌گیم که زندگی خیلی می‌تونه لذت بخش باشه، می‌تونه شادی آفرین باشه. در معنی کلی داریم می‌گیم زندگی، نه زندگی من یا زندگی شخص خاصی. پس life can be enjoyable و نه the life can be enjoyable. یا مثلا میگیم پول در زندگی خیلی مهمه. نباید بگیم the money is important in life، باید بگیم money is important in life. یا مثلا مثال دیگه، birds are not dangerous. در معنای کلی پرندگان خطرناک نیستن. پس در مورد پرنده خاصی صحبت نمی کنیم، در معنی کلی داریم حرف میزنیم. معمولا اگر اسم استفاده شده در جمله ما جز اسامی غیر قابل شمارش باشه، خب قاعدتا مثل همین مانی که من مثال زدم به صورت مفرد به کار میره. ولی اگر اسم استفاده شده در جمله یک از اسامی قابل شمارش باشه مثل bird، بس بهتره که به صورت جمع به کار بره. مثلا بهتر بگیم birds are not dangerous. باز همین قانون کلی نیست، چون که در مثال اول life رو داشتیم که میتونه جمع بسته بشه بشه lives، ولی گفتیم life can be very enjoyable. پس دوستان در خاطر داشته باشید که وقتی به طور کلی راجع به چیزی صحبت میکنین از آرتیکل the استفاده نمیکنیم. این نکته رو من آخرین نکته آوردم براتون به خاطر اینکه میتونه یه حالت جمع‌بندی داشته باشه برای همه چیزهایی که تا حالا گفتیم. در مورد the البته. وقتی به طور خاص راجع به چیزی صحبت میکنید از آرتیکل the استفاده کنید. اما وقتی به طور کلی راجع به چیزی صحبت میکنین از آرتیکل the استفاده نکنید. اوکی؟ برای اینکه the همونطور که اسمش روشه یه آرتیکل دفینیته، یعنی معینه، تعیین کننده است، یه چیزی رو نارو داون میکنه، خاصش میکنه. آرایت؟ خب این درس امروز ما بود راجع به آرتیکل ها. دیدیم که خیلی سخت نیست در استفاده، ممکنه که تصمیم گیری برای ما سخت باشه در اون لحظه که صحبت میکنیم، اگر ولی اگر چند بار مرور بکنیم نکاتی که در این درس گفته شد، برامون خیلی ساده خواهد بود که آرتیکل درست رو چه در گفتار چه در نوشتار به کار ببریم. خیلی هم نگران نباشید، بالاخره همه اشتباه میکنن در استفاده از آرتیکل ها. ممکنه یکی دوتا اشتباه در به خصوص صحبت کردن خیلی نگلیجبل و قابل اغماض و خیلی جای نگرانی براش نیست، ولی خب در نوشتار میتونید روش کار بکنید. اما دوستان بریم سراغ ایدیم هایی که این جلسه براتون در نظر گرفتیم. 5 ایدیم طبق روال هر جلسه با هم خواهیم دید و مثال هایی رو هم با هم بررسی خواهیم کرد. ایدیوم اولی که براتون آماده شده هستش cat got your tongue، به معنی موش زبانت رو خورده، یا آدمی که خجالتیه، به آدمی که خجالتیه گفته میشه. حالا تو انگلیسی میگن cat got your tongue، ما در فارسی میگیم موش زبانت رو خورده، ولی معادلش همینه. مثلا میتونیم بگیم what's the matter cat got your tongue، یعنی چی شده، مشکل چیه، موش زبونتو خورده. اوکی؟ پس cat got your tongue به آدم خیلی خجالتی و آدمی که حرف نمیزنه گفته میشه. اصطلاح دوم getting someone's hair. getting someone's hair به معنی کسی رو اذیت کردن هستش. مثال رو ببینیم. I know that children getting your hair but you should try not to let it upset you so much.
یعنی من میدونم که بچه ها خیلی تو رو اذیت میکنن، اما نباید اجازه بدی که این مسئله تو رو خیلی ناراحت بکنه. Okay? I know that the children get in your hair so much or get in your hair به معنی اذیت کردن هستش، کسی رو اذیت کردن. پس get in someone's hair که مثلا میتونیم بگیم get in your hair, his hair و اون someone رو صرفش بکنیم با یکی از صفات ملکی که his, her, my, your هستن. Okay? اما اصطلاح سومی که براتون جلسه آماده کردیم، jump down someone's throat. Jump down someone's throat به معنی یقه کسی رو گرفتن یا با عصبانیت با کسی برخورد کردن هستش. مثلا you don't have to jump down my throat. I told you that I'd be home around 11:50. I don't intend to be late. You don't have to jump down my throat. یعنی مجبور نیستی اینقدر با عصبانیت با من برخورد بکنی. I told you that I'd be home around 11:50. من گفتم که حدود ساعت 11:50 به خونه خواهم رسید. I don't intend to be late. قصد ندارم که دیر بکنم. پس jump down someone's throat به معنی یقه کسی رو گرفتن یا با عصبانیت با کسی برخورد کردن. بعدی shoot off one's mouth. Shoot off one's mouth یعنی لاف زدن، قلوف کردن، برک کردن. یک مثال طولانی داریم. Jim doesn't play tennis very much, but is always shooting off his mouth about how good he is. Yet he's fooling nobody. Jim is somewhat of a braggart, and everyone knows that he gives opinions without knowing all the facts and talks as if he knew everything about the game. خب حالا یه بار دیگه جمله به جمله میخونیم و معنیش رو با هم میبینیم. Jim doesn't play tennis very much, but he's always shooting off his mouth about how good he is. Jim خیلی تنیس بازی نمیکنه ولی همیشه لاف میزنه که توی تنیس خیلی خوبه. Yet he's fooling nobody. ولی هیچ کس حرفش رو باور نمیکنه. هیچ کس گول حرفش رو نمیخوره. Jim is somewhat of a braggart, and everyone knows that. He gives opinions without knowing all the facts. Jim یه جورایی braggarte. Braggart به معنی آدم متظاهر، آدم لافزن. Noun هست اینجا، وقتی noun هست به معنی آدم لافزنه. جیم یه جورایی آدم لافزنه و همه میدونن که نظر میده بدون اینکه همه وقایع، همه واقعیت ها رو بدونه. And talks as if he knew everything about the game. و جوری صحبت میکنه که انگار همه چیز رو راجع به بازی تنیس میشناسه و بلده. پس shoot off one's mouth به معنی قلوف کردن و خیلی brag کردن هست. و آخرین ایدیم این جلسه‌مون pull someone's leg. خیلی کامن این اصطلاح. pull somebody's leg به معنی کسی رو دست انداختن هست. خیلی کامن هست. مثلا hey Al, I was invited to be a judge for the contest. Oh really? You're pulling my leg. خب یه کانورسیشنه. مثلا hey Jack, معذرت میخوام. hey Al, من دعوت شده بود که داور باشم برای یه مسابقه و در پاسخ گفته میشه واقعا داری منو دست میندازی. پس pull somebody's leg به معنی دست انداختن کسی هست یا کسی رو سر به سر کسی گذاشتن، با کسی شوخی کردن. خیلی اصطلاح کامنی، خیلی استفاده میشه ازش. خب دوستان، این هم از 5 اصطلاحی که امروز براتون آماده کرده بودیم طبق برنامه های همیشگیمون که قرار هست ما 5 اصطلاح هم در انتهای برنامه برای شما آماده بکنیم و خدمتتون ارائه بدیم. امیدوار هستیم که این جلسه و این نکته آموزشی که آرتیکل ها بودن براتون مفید بوده باشه. تشکر میکنیم از اینکه همیشه ما رو در فیسبوک دنبال میکنید و مرسی از اینکه سابسکرایبر ما میشید. میتونید سابسکرایبر ما بشید اگه هنوز نشدید در یوتیوب. همچنین میتونید برای اطلاع لحظه‌ای از برنامه‌های ما در کانال تلگرام ما عضو بشید و اینکه برای دیدن آرشیو برنامه‌ها به وبسایت ما با آدرس amgtelevision.com سر بزنید. جا داره یک بار دیگه از اسپانسر محترم برنامه ماهنامه فرهنگی خردمند تشکر بکنم. مرسی از اینکه ما رو تماشا کردید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.